پخش آهنگی. بسیار از کیبورد ارنجر های کورگ من جمله پی ای فور ایکس نه تنها قابلیت پخش فایل های میدی رو دارن، بلکه میتونن دو تا رو همزمان پخش کنن و پخش رو از یکی به صورت کراس فید به دیگری منتقل کنن. در حقیقت کورگ تنها شرکتی تو دنیاست که یک چنین ویژگی رو روی دستگاهاش قرار داده. پی ای فور ایکس علاوه بر اینکه این کار رو میکنه، فایل های میدی ایکس جی، کاراوکه و ام پی 3 رو هم پخش میکنه. بذاریم به حالت پخش آهنگ بریم. آهنگ‌ها مستقیماً از روی حافظه داخلی و یا از طریق درگاه USB هاست پشت دستگاه و یا USB جلوی دستگاه PA4X پخش میشن. اگه می‌خوایم با این تمرین همراه بشین، به یک حافظه USB با حداقل دو فایل میدی و یک فایل میدی کاراوکه و یک فایل MP3 نیاز داریم. حافظه USB رو به این قسمت بالای سمت راست دستگاه وصل کنید. محدوده مربوط به پلیر 1 رو روی صفحه بزنین تا پنجره انتخاب آهنگ باز بشه. در حال حاضر حافظه داخلی دستگاه نمایش داده شده، پس اینجا رو بزنیم و به حافظه USB که داخل دستگاه گذاشتیم تغییرش بدیم. اگه فایل های متعددی توش هستن، میتونیم از اسکرول بار و یا لمس یک فایل و استفاده از دایل برای بالا یا پایین رفتن استفاده کنین. اسم فایلی رو که میخواین برای پلیر 1 استفاده کنین بزنین و سلکت رو بزنین. مطمئن بشین که ایکس فیدر کاملا سمت چپ باشه و بعدش کلید پلی بخش 1 رو بزنین. آهنگ به طور همزمان لود و پخش میشه، به همین خاطر بلافاصله پخش آهنگ شروع میشه. برای انتخاب آهنگ پخش کننده دوم، هم از صفحه و هم از کلیدهای سلکت میتونیم استفاده کنیم. درایو USB رو انتخاب کنین و همون مراحل قبلی رو برای انتخاب آهنگ پلیر 2 هم انجام بدین. کلید پلیر دوم رو بزنین. از اسلایدر ایکس فیدر برای تغییر آروم آهنگ به پلیر 2 استفاده کنید. دوباره ایکس فیدر رو به سمت پلیر 1 بکشید و روی هر دو پلیر استاپ رو بزنید. راه‌های مختلفی برای تنظیم سرعت آهنگ هست. این هم برای مترونوم و هم برای ریتم‌ها کاربرد داره. پلیری که می‌خواید سرعتش رو تنظیم کنین رو لمس کنید. حالا می‌تونین با استفاده از کلیدهای مثبت و منفی تمپو سرعت رو تغییر بدین. میتونین شیفت رو نگه دارین و دایل رو بچرخونین. میتونین سرعت رو از روی صفحه دوبار لمس کنین. یه صفحه کلید عددی باز میشه و میتونین سرعت دلخواهتون رو وارد کنین. میتونین سرعت رو لمس و بعدش انگشتتون رو روی صفحه بکشین. متوجه کلیدی با عکس قفل در کنار کلیدهای مثبت و منفی تمپو میشین. زدنش باعث قفل شدن سرعت آهنگ و موندن سرعت فعلی، حتی با عوض کردن آهنگ و حتی انتخاب ریتمی به ریتم دیگه میشه. تپ تمپو که توی فصل ریتم‌ها راجعش صحبت کردیم، فقط برای تنظیم سرعت ریتم به کار میره. بعضی فایل‌های میدی متن ترانه رو توی خودشون دارن، مثل فایل‌های میدی کاراوکه. بیاین یه فایل کاراوکه رو برای پلیر 1 انتخاب کنیم. برای نمایش متن ترانه، کلید لیریکس که سمت راست صفحه نمایش هست رو بزنید. متن ترانه دنبال میشه. PA4X فایل های فرمت پلاس جی رو هم علاوه بر MP3 هایی که متن ترانه رو دارن پخش میکنه. اگه متن ترانه رو نداشته باشه، شما این گزینه رو دارین تا بتونین متن رو به صورت یک فایل متنی بهش بدین و از پدال و یا سویچ برای جلو رفتن در صفحات ترانه استفاده کنین. زدن کلید اسکوئر در همون ردیف کلید لیریکس باعث نمایش نوت های آهنگ میشه. اگزیت و استاپ رو بزنید. همونطوری که قبلا هم گفته شد، فایل MP3 هم میتونه توی سانگ پلی پخش بشه. یه فایل MP3 برای پلیر 1 انتخاب کنید. پلی رو بزنید. از ایکس فیدر برای تمام فرمت ها از جمله MP3 هم میتونین استفاده کنید. ولی کارهای دیگه ای هم میشه انجام داد. مثلا میشه گام آهنگ رو تغییر داد. فشار همزمان کلیدهای ترانسپوز باعث برگشت به گام اصلی میشه. با گرفتن کلید شیفت و چرخوندن دایل میشه سرعت آهنگ رو تغییر داد. صدای خواننده اصلی رو میشه کم کرد و همراه با آهنگ خون. برای این کار میشه پدال و یا یکی از سویچ ها رو براش تنظیم کرد. بذارین سویچ 3 رو براش تنظیم کنیم. شیفت رو بگیرین و سویچ 3 رو بزنین و وکال ریموور رو انتخاب کنین. اگزیت رو بزنین. یادتون بمونه که فقط ولوم وکال کم میشه و نه ریورب های وکال. پس هرچی وکال ریورب کمتری داشته باشه، نتیجه بهتری حاصل میشه.
این کنترل ها روی فایل MP3 باعث میشه تا یه آهنگ رو بردارین، گامش رو با صدای خودتون تنظیم کنین، خواننده رو حذف کنین و به همراه شعر ترانش روی صفحه باهاش بخونین. تقریبا میتونین هر آهنگی رو اینجوری اجرا کنین. قدرت باورنکردنیه.